درود فراوان خدمتتون عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. دوستان امروز شنبه 28 آبان ماه هستش و در حالی که هفته گذشته بورس تقریبا عملکرد خونسایی را داشت و با 0.06% منفی بعد از سکه، خودرو و دلار در مکان چهارم عملکرد هفتگی بازارها قرار داشت، البته خب عملکرد تقریبا بهتر از بیت کوین که با 1.67% منفی بدتر از همه بازارها عمل کرده بود، ولی امروز میشه گفتش که یک شنبه جهنمی دیگه برای بورس رقم خورد. شاخص کل 1.4% و شاخص کل هموز هم 0.9% منفی خورد. البته میشه گفت شاخص کل هموز را شاید گروه سیمانی ها امروز یه جورایی تونستن کمی حفظش بکنن، به خاطر اینکه خبر داشتیم امروز که حداقل 35% قیمت پایه سیمان قراره که گرونتر بشه. حالا من نمیدونم، قراره که سال 1,000,000 خونه ساخته بشه و الان 1.5 سال تقریبا داره میشه دیگه، از حالا 1 سال نمیدونم بگی همون 1 سال 1,000,000 خونه که سال اول قول داده شده بود ساخته بشه، چند تاش ساخته شده رو نمیدونم، اونش اصلا به کنار. وقتی که سیمان گرون میشه، دلار گرون میشه، تمام به اصطلاح چیزهایی که توی ساختمون قرار مصرف بشه گرون میشه، اتفاقی که میفته اینه که قیمت خونه هم گرون میشه. همین الانش بسیاری از اقشار جامعه توان خریداری خونه های مثلا متر 30-40 میلیون تومانی تو شهرهای بزرگ تازه متوسط را ندارند. حالا تو شهرهای کوچیک هم یک کمی ارزونتر. اگر بخواد سیمان اینجوری گرون بشه، قطعاً روی بازار تولید ملک تأثیرگذار خواهد بود و اون بازار شاید مجدداً با رکود مواجه بشه. همین الان رکود داره به خاطر اینکه بالاخره شرایط کشور شرایط خوبی نیست، ولی در هر حال خبر خوبی برای گروه سیمانی ها بود و همینجور که مشاهده میکنید تقریبا میشه گفتش که امروز گروه سیمانی ها تنها گروهی بودن که تقریبا همه نمادهاشون سبز و یا دیگه نهایتا خاکستری بود. نماد قرمز خیلی کم، شاید یکی دو نماد مثل سقدیر و سباغر و سلار توشون دیده میشه که خب اینا نمادهای خیلی خیلی کوچیکی هستن. بقیه نمادها همونجوری که مشاهده میکنید در سیمانی ها سبز بودن، بعضیاشون هم تقریبا نسبت به خودشون، به نسبت به جثه خودشون حجم خوبی خوردن، چون در حال سیمانی ها نمادهای خیلی بزرگی نیستن که مثلا حالا بگیم همین اندازه‌ای که الان هرش خورده مشخصه که حجم خوبیه. در مقابل خبرهای بدی را داشتیم برای پالایشی ها، پتروشیمی ها، فلزات اساسی. خب قیمت‌های جهانی مجدداً با کاهش مواجه شدن آخر هفته، یعنی دیروز که جمعه بود، و امروز تأثیر خودش رو روی گروه‌های مانند فلزات اساسی، پتروشیمی ها، پالایشی داشت. نفت به زیر 87 دلار سقوط کرده و روند نزولیش گویا ادامه دار هم خواهد بود. در حال مثل اینکه نه تنها زمستان سردی در اروپا نداشتیم، از اون طرف پشتمون هم داریم میفتیم پایین. یعنی اینقدر تبلیغات شد روی این قضیه که آقا امسال زمستون اروپا سرده و چه اتفاقاتی قراره بیفته، و بالاخره معادلات اشتباه سیاستمداران ما به خاطر اینکه همه معادلاتشون رو بردن رو سردی زمستان اروپا که قیمت نفت و گاز زیاد بشه، برعکس زیاد که نشد هیچی، در از اونور میفته پایین و شاید ما را با مشکل مواجه بکنه. خب حال بورس در حال خوب نیست. حالا اینا همه شاید یه حرفای گذرایی باشه که ما داریم میزنیم. ببینید دوستان، دولت همه تلاش خودش رو انجام داد، تلاش خوبی هم بود. در حالا ما سعی میکنیم انصاف رو داشته باشیم همیشه در مواردی که اینجا صحبت میکنیم. بالاخره همین که اومدن پورتفوهای کوچیک رو بیمه کردن خودش حرکت خوبی بود. اینکه صندوق تثبیت اومد خریداری کرد بالاخره حرکت خوبی بود. به قول معروف زور خودشون رو زدن، تلاش خودشون رو کردن، ولی هنوز اعتماد بر نگشته. و این اعتماد تا وقتی که مردم تصور بکنن و در جامعه ما دروغگویی وجود داره،
جامعه دو قطبیه، جامعه به سمتی داره حرکت میکنه که آینده مشخصی نداره، هیچ یک از این تلاش‌ها فایده‌ای نخواهد داشت و در حال تا یه جایی تقریبا 10-12 روز کاری این تلاش تا حدی جواب داد. امروز میبینیم که اوضاع خیلی ناجور بود و کندل قرمز و متاسفانه کندل قرمز بزرگی هستش، RSI به سمت پایین برگشته و اگه بخواد یه کندل دیگه اینجوری بخوره دوباره شاید ما برگردیم زیر ابر کما و این بار شاید اون حمایت قبلی رو هم بشکنه و پایین‌تر هم بخواد بیاد. علتش چیه؟ به خاطر اینکه حقیقی‌ها دارن پول بسیار زیادی از بورس خارج می‌کنن و امروز متأسفانه 700 میلیارد تومان معادل 23% ارزش معاملات روز از بازار خارج شد. معاملات هم که می‌بینیم 3100 میلیارد تومانه که خب مقدارش زیاد نیست، از همین 700 میلیارد تومان خارج کردن خب خیلی مبلغ بالایی هستش و به نوعی ضربه بزرگی امروز با این خروج پول خورد. ولی خب از میگم باید منصف باشیم، از طرفی باید به مردم حق بدیم. وقتی که خب یه اتفاقاتی تو کشور میفته و اعتمادها سلب میشه، روایت‌ها یا میان ساختگی، الان توی دو ماه اخیر 50 نفر فقط کودک تو کشور ما کشته شده، هیچ یک از اینها را نگفتند کار ما بوده یا گردن بگیریم یا اتفاق، هر کسی یه سناریوی درست کردن که خب در حال نمیخونه این سناریوها دیگه. در آخرین مورد خب اون شخصی که کنار بچه بوده، مادر بچه بوده، تو اتفاق بوده، اصلا میاد یه روایت دیگه میگه که خب خیلی متفاوت هستش با روایتی که قراره توی صدا سیما یا جای دیگه گفته میشه. همین ها اعتماد رو از بین میبره. ببینی اعتماد از بین رفتن فقط تو بورس نیست، حتی که مردم کلن نسبت به رسانه های داخلی، نسبت به مقامات به اصطلاح دولتی، نسبت به حالا مسئولین اعتماد خودشون رو از دست بدن، این به همه جا سرایت میکنه. وقتی که مثلا یه مسئولی میاد یه همچین حرفی رو میزنه و بعد حالا اون معاون اقتصادی آقای محسن رضایی میاد میگه آقا عوامل مثلا همچین اتفاقی در مرز دستگیر شدن، در حالی که مادر بچه داره یه چیز دیگه میگه. خیلی خب الان وقتی که من بی‌اعتماد بشم به آقای محسن رضایی، آقای محسن رضایی بیاد راجع به بورس هم حرف بزنه دیگه من اعتماد ندارم، بیاد راجع به نمیدونم آب هم حرف بزنه من دیگه اعتماد ندارم. یه مشکلی که وجود داره الان اینه که الان عدم اعتمادی که ما در بورس داشتیم فقط شاید میشه گفتش که در یکی دو مورد وجود داشت، حالا دیگه به همه چیز گسترش پیدا کرده که هیچ، تعداد آدمایی هم که اعتماد ندارن بیشتر شده. مثلا اگه فرض کنیم میگیم که تا پارسال 50% مردم اعتماد نداشتن، حالا باید بگیم 80% اعتماد ندارن. اگه تا پارسال باید میگفتیم مثلا تو 50% امور اعتماد نداره، حالا باید بگیم تو 90% امور اعتماد نداره. ببین کار به جایی رسیده که حتی دیگه مردم اون شور و نشاط شروع مسابقات جام جهانی یا فوتبال رو هم ندارن، یا حتی مثلا خیلی دارن بد میگن به تیم ملی فوتبال. یا این مردمی هن که من یادمه مثلا دفعه پیش که فوتبال میخواست انجام بشه، جام جهانی میخواست انجام بشه، این جوونا خود ماها یادم اون موقع لحظه شماری میکردیم بازی شروع بشه بالاخره یک ساعت و نیم هیجان رو داشته باشیم، یک ساعت و نیم کار تیم ملی رو ببینیم. الان دیگه انگار کسی به قول معروف براش مهم نیست، اصلا خیلی شور و هیجانی وجود نداره در حالا جوان ترهایی که بالاخره من باشون در تماس هستم و میدونم میبینم یا در شبکه های مجازی میبینم، انگار نه انگار که میخواد یه همچه اتفاق بیفته. خب وقتی که این هیجان از بین بره و انتظار داریم که چی؟ مثلا بیاد به بورس اعتماد بکنن. اینها اون چیزی که خودشون هم دوست دارن دیگه، علاقمند نیستن برنده بیننده باش کار بکنن. و این کشته شدن هیجان و امید و عدم اعتماد تو همه امور باعث میشه که قطعا وضعیت بورس ما خیلی جالب نباشه. بخاطر تا یه جایی میشه دستوری، تا یه جایی میشه هولش داد، بعد یه جایی خودش موتورش روشن بشه راه بیفته. یه ماشینی که باتریش خوابیده رو بخاطر یه دستی بهش میزنن، یکی دو بار هولش میدن تا ما استارت بکنه راه بیفته، دیگه نمیشه اون ماشین رو نمیدونم از تهران تا شمال هولش بدن که 10 متر 20 متر 100 متر نهایتا میشه هولش داد، باید خودش روشن بشه. و خب در هر حال
این هفته هم تمدید شد خرید اون نماد سهام یار تا چهارشنبه 2/9. کسی که بخواد پورتفوی 100 میلیون زیر 100 میلیون خودش رو بیمه بکنه فرصت داره که این کار را بیاد و انجام بده. خب دوستان، امروز صف خریدیای ما در ابتدای کار 63 نماد بودن و صف فروشیامون 11 نماد. البته ارزش صف خریدمون 354، صف فروشمون 393، اما 11 نماد بیشتر از اون 63 نماد ارزشی بود که در صف فروش قرار گرفته بودند. ولی در نهایت ببینید که اوضاع از نظر تعداد چقدر تغییر کرد. تعداد صف خریدیامون به 48 کاهش یافت و فروشیامون به 61 افزایش پیدا کرد. در حال نمادهای وسطی فجام پرداخت در صف خرید و سالت تپسی ارزش مسکن در صف فروش. در حال تپسی رو میبینیم که بالاخره الان این چند روزه اوضاعش خوب نیست، مثل دیجی کالا، مثل اسنپ. بانک رسالت هم که خب راجع رانتی بودنش قبلا صحبت کرده بودیم، چی کاری نداریم. من یه نگرانی دیگه هم این وسط دارم و نگرانی من این هستش که شاید دامنه اعتراضات به بورس هم بکشه، و به خاطر اینکه جرقه هاشو تو شبکه‌های مجازی دیدم، هنوز به صورت گسترده فراخوان‌هایی تو این زمینه نداریم، ولی پیشنهاد و به اصطلاح یه خبرهای کوچیکی رو دیدم که مثلا میگن بیایم با بورس هم این کار بکنیم. بالاخره وقتی که یک اتفاقات مدنی داره در کشور میفته و نتیجه گرفتن از این، مثل تحریم میهن، مثل تحریم دیجی کالا، مثل حالا تحریم تپسی، و میبینیم الان تپسی افتاد اینجا تو صف فروشی ها قرار گرفت، بعدن خب از اون طرف هم بهشون توجه نمیشه، یعنی حرف که داره زده میشه توجهی نمیشه، از طرفی داره اعتصابات بیشتر میشه. خیلی خب اگه 4 روز دیگه اومدن و بورس رو هم به نوعی تحریم کردن، گفتن که آقا اصلا از این به بعد هیچ خرید و فروشی در بورس نکنید، بعدن اون موقع هستش که هیچی دیگه، یعنی همین شاخصی هم که الان دارید میبینید از بین میره. یکی از نگرانی خب همینه، شاید به خاطر همینه که خیلی ها ترجیح میدن که الان خروج پول داشته باشن از بورس، و همچنین میبینیم که خروج پول حقیقی از شپنا، شتران، هکشتی امروز بوده، یعنی نمادهایی که توی هفته های اخیر ورود پول خوبی داشتن و خوب روش کردن مثل پالایشی ها، امروز دقیقا در جهت برعکس. شتران یادتون باشه تقریبا هفته قبل در صف خرید قرار داشت چند روزی و رشد خیلی خوبی را در صورت این نمادها شاهد بودیم، ولی الان میبینید که این اتفاق داره دقیقا برعکس میشه و احتمال داره که بدتر از این هم بشه. حالا من نمیتونم قضاوت بکنم، در حال باید صبر کنیم ببینیم چه اتفاق میفته. بود تتر 35.700، البته تتر نسبت به هفته گذشته قیمتش تقریبا 1000 تومان اومده پایین تر. خب این نشونگر اینه که دلار هم افت کرده. این هم میتونه یکی از علت ها باشه، به خاطر اینکه ما با رشد قیمت دلار در حال این رشد در بورس شاهد بودیم. خب دلار یه جایی استوب شد، الان عرض هم خدمتتون که میبینید، البته امروز دلار رو هم اینجا 35.100 داره نشون میده، سکه 16.200 و اونس جهانی طلا هم که میبینید مقداری کاهشی بوده. ولی جالب اینجاست که سکه نسبت به هفته گذشته که به 16 تا رسیده بود، 16 مونده بود، یک دو روز یک ذره 200 تومانی تقریبا افزایش پیدا کرده و قیمتش اومده بالا. خب بریم سراغ ارزهای دیجیتال. امروز بازار جهانی تعطیله، قیمت دلار خب فعلا افزایش جهانی نداره، 595 میلیون تومان هر بیت کوین اومد زیر 600 میلیونی که خب خیلی اوقات ما راجعش صحبت کردیم، و حالا باید ببینیم که تا هفته های آینده چه اتفاقی برای دلار میفته. یعنی این هفته با شروع جام جهانی خیلی میتونه تاثیرگذار شه در ارزهای دیجیتال، مخصوصا اونهایی که با تیم های جام جهانی
یه جورایی در ارتباط هر هستن. ارز چیلیز من فکر کنم که این هفته هم افزایشی بود 40-50%، با ترجمه این که توی یکی دو ماه اخیر هم خوب اومده بود بالا، باز هم افزایش پیدا کرد، در حالی که بیت کوین میبینیم که افزایشی نبوده. ولی خب شاید جام جهانی بالاخره روی خیلی چیزها بتونه تاثیرگذار باشه. خب تشکر از دوستانی که برای ما پیام میذارن. آیدی ام اسپن میگن شما خیلی احتیاط میکنید در حرف زدن تو علیه نظام، ولی کار نظام تمامه و به زودی چهارچرخش میره بالا. اینا بزرگترین سایت های دنیا متوجه شدند و دارن میگن اگه دقت کنید. البته خب ما هم سعی میکنیم یه سری حقایق رو بگیم، ولی دوست دارم برنامه‌مون سیاسی باشه، به خاطر اینکه جهت میخوایم بدیم به کسی که آقا سیاست اینجوریه یا این طرفی باشه اون طرفی باشه، ولی سعیمون این هستش که بگیم مواردی که وجود داره. بله منم اعتقاد دارم با این روش دیگه نمیشه جلو برن. و اگه یادتون باشه من از اوائل مهر ماه گفتم و هنوز هم دارم میگم که در حال اگر نظام فکر میکنه میتونه برگرده به شهریور 1401 دیگه داره اشتباه میکنه، دیگه ما هیچ وقت به اون دوران بر نمیگردیم. اگر میخوان یه کاری هم انجام بدن بایستی بیان و برنامه ریزی بکنن و عرض کنم خدمتون یه برنامه جدید اجرا کنن، تازه اونم اگه مردم بپذیرن، حالا پذیرش و نپذیرششو من نمیدونم، ولی حداقل باید شانسشون رو امتحان کنن دیگه. اینکه شما شانست امتحان نکنی و همش بخوای با یه سبک جلو بری خب نمیشه دیگه. یه بازی فوتبال هم که انجام میدن وقتی مربی میبینه که داره میبازه یا سبک بازیشو عوض میکنه، بالاخره 4 تا بازیکن تعویض میکنه، یه کاری میکنه دیگه. شما با همون ترکیب میخوای جلو بری و همون شیوهی که مثلا قبلا بوده بری، خب اون شیوه دیگه الان جواب نمیده و نتیجهش هم هر روز میبینی داره بدتر رقم میخوره. حسی الگو ساعتی ها رو یادم رفت امروز ببینیم. رافزا، ستران واسه 3 نقطه، انترمگوزای مسکه تهران، گپار، سدشت، صبحا، دکوسر، قدام، تکنو، پلاسک و نترین الگو ساعتی ها بودن که خب تقریبا حالا تعدادشون مثل اون موقع که اوجای خوبی داشتیم تو در دوازده روز پیش نیست، ولی یه مقداری از هفته پیش بهتر شده. هفته پیش رو 4-5 تا بودیم، تقریبا دو برابر شده، ولی فقط همین یه آماره یه ذره نسبت به هفته پیش بهتره، بقیه آمار همه واقعا بدتر شدن، چونو بهتر نشده. تشکر از آقای امیر حسین که با زبان ترکی استانبولی تشکر کردن، خیلی لطف دارید شما. همچنین یادی ام اسپند، ساجو جعفری، روحی، اس جوادی، آقای محمود، آقای مجید، آقای فرهاد آر اچ، آدی ای انگوری میگن فعلا که قیمت نفت اومد پایین و روسیه صادرات گاز به اروپا افزایش داد، انگار زمستان سرد اروپا داره منتقل میشه به بازار بورس ایران. دقیقا همین هستش و ما هم تو برنامه جوی اشاره کردیم. خیلی لطفید آقای مجید که هر روز برای ما کامنت میذارین، روی همه ویدیوها کامنت میذارید، واقعا تشکر میکنم از شما. و آقای محمود میگن که آقای محمد سجادی میگن که بودجه فعلا ملت رو داره زیر رو میکنه. و در حال همه دوستان که به ما پیام های محبت آمیز میفرستند، آقای حامد عرض کنم که آیدی موسی ام اس میگه که جالبه که توی این وضعیت کشور هنوز از بورس حرف میزنی، اگه نگران سرمایه تو هستی ریال نگه نداری، تبدیل به دلار و ملک و ارز دیجیتال کنی. من که از بورس خارج شدم، انشالله بعد سهرنگونی دوره وارد میشم. و خب شعار هم برام اونجا نوشتن. باز آیدی ای انگوری هم نوشتن تا وقتی اعتماد برنگشته و ارزش معاملات پایین و خروج پول هوشمند داریم هیچ روشی در کار نیست، حتی دستوری فقط چند روزی قدرت مثبت کردن را دارند. خب باز آقای امیر حسین که ترکی استانبولی برام نوشتن، آقای حمید هم گفتن در مورد بورس کالا آموزش بذارید که یه دو سه مورد گذاشتیم آقای حمید، حالا نمیدونم دیدید یا نه، ولی قبلا آموزش رو گذاشتیم، حالا ویدیویی داشتیم که نحوه خرید از طریق بورس کالا را به شما گفتیم. ممنونم از دوستان دیگه و ببخشید اگه نتونستیم کامنت همه عزیزان را
اینجا بخونیم. بذارید من این یه نفرم جواب بدم. آیدی پاتیمار میگن که بیت کوین رو خودش انتقال بدم به کیف پول بهتره یا بیت کوین بفروشم به ریال تبدیل کنم بعد ترون بخرم و بعد انتقال بدم به کیف پول؟ کنونش به صرفه تر هستش. ببینید اگه از منظورتون اینه که از صرافی های داخلی انتقال بدید به کیف پولتون، کارمزد بیت کوین مقدار بالاست، اتریوم بیت کوین اینجور چیزا کارمزدشون بالاست. اگه میخواین هولد کنید و مبلغتون زیاده، خب مشکلی نیست، بالاخره اون کارمزد رو هم پرداخت میکنین، چون بعداً هم بخواین بفروشین دوباره واسه کارمزد بدین دیگه. ولی اگه مبلغ کمی دارین که بعد قراره نصفش کارمزد بشه بره، خب اصلا به صرفه نیست همچی کاری کنین. یا اینکه خرید فروش بیت کوین رو بعد تو همون صرافیه ادامه بدید، یا اینکه همون کاری که گفتید مثلا تبدیلش کنید به ترون که کارمزدش فقط یه ترونه. مثلا شما اگه 1000 تا ترون داشته باشی یه ترونه، 100 تا ترون داشته باشی یه ترونه، 10 تا ترون هم باشه یه ترونه. حالا در حال به صرفه تر که هرچی ترون تو بیشتر باشه کارمزدش کمتر میشه دیگه. همین حالت برای بیت کوین هم وجود داره، فقط تفاوتش اینه که اون رقم کارمزدی بیت کوین با توجه به که قیمت بیت کوین خیلی بالاست، خب خیلی زیاد میشه نسبت به ترون. مثلا شما فرض کن 5 میلیون سرمایه، 2 میلیون سرمایه، اصلا نمیصرفه بیت کوین بخری، بخوای بیت کوین نمیبرور کنی. یا اتریوم که خیلی وحشتناکتر بالاست، ولی همچنین زیر مجموعه هاشون که تحت اون شبکه ها هستن اونا هم بالاست دیگه. در حال این هم به این صورت میتونید همون کاری که خودتون گفتید رو انجام بدید. البته خب باید چیزی بخرید که معتبر هم باشه، البته ترون خوبه، ولی در مجموع بیت کوین فعلا شاه بازاره دیگه، از همه مطمئن تر بیت کوینه. اگه بیت کوین مثلا یه چرخ دنده به چرخه بیاد پایین، اونا 10 تا میان پایین، و خب در حال ریسک همیشه همه جا وجود داره. تشکر از شما عزیزان، منتظر کامنتاتون هستم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.